قیام مردم عراق از سر گرفته شد. درگیری های گسترده در بغداد، بصره، ناصریه و برخی دیگر از شهرهای عراق روز جمعه گزارش شده است. روز جمعه قیام مردم عراق با شعار سرنگونی نظام حاکم و اخراج رژیم ایران در بغداد از جمله در مناطق شیعه نشین بالا گرفته و تظاهرات در بغداد و سایر شهرهای این کشور به درگیری های گسترده کشیده شد. تظاهر کنندگان به سمت منطقه سبز بغداد رفتند، اما با شلیک نیروهای امنیتی مواجه شدند. به گزارش رسانه های عربی، حداقل 12 تن از تظاهر کنندگان در جریان یورش نیروهای امنیتی عراق کشته و صدها تن مجروح شدند یا بر اثر شلیک گاز اشک‌آور دچار خفگی شدید گردیدند. جوانان در میدان تحریر بغداد شعار ایران بره سر دادند و خواستار اخراج رژیم آخوندی و آزادی بغداد شدند. تظاهر کنندگان در ناصریه و بصره نیز علیه رژیم آخوندی شعار دادند. از صبح جمعه اعضای کانون وکلای عراق نیز در بغداد تظاهرات کردند و حمایت خود را از قیام مردم اعلام کردند. تلویزیون اسکای نیوز گفت شب گذشته تظاهر کنندگان شعارهایی را علیه دخالت رژیم ایران در عراق و علیه قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس تکرار کردند. وزارت کشور عراق پیشاپیش به همه نیروهایش آماده باش داد و قیام کنندگان را تهدید کرد که با آنها برخورد می شود. قیام کنندگان عراقی مراکز دفاتر شبه نظامیان وابسته به حکومت آخوندی را در شهر سماوه به آتش کشیدند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع پلیس عراق گزارش داد دفاتر گروه حکیم و اصائب توسط معترضین در مرکز شهر سماوه به آتش کشیده شدند. نیروهای امنیتی تلاش کردند تظاهر کنندگان را متفرق کنند.